دوی خالق هستی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکرتون عزیزم زنین خوش آمدین درس سر درس های مسمون کیمیا. خب شکرتون عزیز، ما تا درس دوم خوانده بودیم، امروز درس سوم ادامه میدیم. روز قبل در مورد اجزای اتم و یکی اجزای اتم ماچ اتم میتونیم مثلا به کدام کتگوری ها تقسیم کرده بودن، ماچ اتم میتونیم مطالعات بکنیم. کار خانگی شما عزیزان هم چی بود؟ تقسیم ساختمان الکترونی و دریافت تعداد پروتون ها و نیوترون های عناصر. امروز ما ترتیب نمبر اتمی و نمبر کتله را میخوانیم در صفحه 5 و 6 کتاب هایتان. یک بار دقیق بخوانید، بعد از اون بیاییم روی موضوعات اساسی درس امروز ما. بله عزیزان، گفته ماهیت و خاصیت اساسی عناصر مربوط به نمبر اتمی آنها میباشد. پس مجموع پروتون هایی که موجود در هست یک اتم را به نام نمبر اتمی یاد می نماید. خب نمبر اتمی تعداد پروتون ها را در چی یاد می کنند؟ در جدول دورانی. مثلا هیدروژن در اول است، نمبر اتمی چند است؟ یک. نمبر یعنی تعداد پروتون ها چند است؟ یک. به ترتیب هلیوم چند است؟ نمبر اتمیش دو هست، چون تعداد پروتون های را که نشان میده چند است؟ دو هست. خب گفته تمام اتم های عناصر در حالت عادی دارای این تعداد پروتون ها و الکترون های مساوی بوده. بنابراین اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثا هست. اتم ها چی هستند؟ از لحاظ چارج برقی خنثا هست، یعنی غیر فعال است، چون تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم دیگر مساوی است. تعریف نمبر اتمی، مجموع پروتون های موجود در یک اتم به نام چی یاد میکنن؟ به نام نمبر اتمی. دوباره میایم سر تشریح. مثلا در اینجا من سمبول بریلیم رو میگیرم، چی رو؟ بریلیم. خب بریلیم بی است و نمبر اتمی چند است؟ 4. پس تعداد پروتون های بریلیم چند است؟ 4 است. و یک چیز دیگه تمرو شد که نمبر اتمی رو در این قسمت و نمبر کتله رو در این قسمت نمایش میدن. خب نمبر اتمی چند است؟ 4 هست. پس میاییم روی تعداد پروتون های چند است؟ 4. خب یه عنصر دیگر ما دوباره از این جدول انتخاب میکنم، نایتروژن. نایتروژن میرم دوباره سر شماره گذاری ها، چند است؟ 7. خب خیلی راحت نوشته میکنم نمبر اتمیش چند؟ 7. نمبر کتله در این قسمت در زیر حالت نوشته شده، نمبر اتمی در شروع است. جدولی که مربوط به یک عنصر هست در اولش عددی که بزرگتر یا درشتر نوشته شده نشان دهنده نمبر اتمی همان عنصر است، و در صورتی که در پایین حالتش یک عدد نسبتا کوچکتر ذکر شده که نمبر کتله است. این رو میگیم سر درس نمبر کتله. بخوانی نمبر کتله را؟ طوری که گفته شد کتله الکترون ها نهایت کوچک است، لذا از کتله الکترون ها در محاسبه اتمی صرف نظر می گردند. چون روز قبلی ما خوانده بودیم که تعدادی یا میزان الکترون ها فوق العاده چی است؟ وزنش سبکتر است. 1840 مرتبه از کتله پروتون کرده سبکتر بود. چند بود؟ 1840 مرتبه از چی کرده؟ از پروتون ها کرده؟ از یک پروتون کرده سبکتر بود. بنابراین ما کتله الکترون نیاز نداریم، چون کتله الکترون ها خیلی کوچک است. بعد میاییم روی چی چیزهایی باقی‌مانده در هسته. اگر ما هسته را در نظر بگیریم، بله پروتون ها جمع نیوترون ها. پس مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را به نام نمبر کتله یاد میکنم. به نام چی یاد میکنم؟ نمبر کتله. برو روی کتابتان نوشته را ببینید. گفته نمبر کتله مجموع پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته اتمی باشه. پس نمبر کتله مساوی است چی؟ تعداد پروتون ها جمع نیوترون ها مساوی میشه بعد نمبر کتله. میایم دوباره نمبر کتله هیدروژن را پیدا میکنم که این براتون کمک مشکل ساز است، چون در هیدروژن نمبر اتمی یک هست، پس نمبر کتلهش چند است؟ نمبر اتمی هیدروژن مساوی است به یک. خب میریم روی نمبر کتلهش، نمبر کتلهش چند است؟ نمبر کتله هیدروژن هم نمبر کتله هیدروژن هم مساوی است به یک. چرا؟ چون هیدروژن نیوترون نداره، یا در هیدروژن نیوترون خیلی کوچک است، به این خاطر است که 1.0099 هست. میریم یک عنصر دیگه رو پیدا میکنیم، فلورین. فلورین سمبولش چی است؟ F است. نمبر اتمیش چند است؟ 9.
خب یه نمک تخلیشه پیدا بکنیم. دو نمو یک چشم؟ اجده شام. یک تجلال میبینیم چند است؟ فلورین اجده اشاریه. فلورین نمبر کتلش مساوی است بچه؟ اجده اشاریه نو نو هشت. همین چند است؟ مطمئن استیم؟ بله نو نو هشت. چون که در حالت در تومنات فلورین نمبر کتلش مساوی به نوزده میگیرن. خب اینی چه شد؟ تفاوت آمد چون مجموعه پروتون ها و نیوترون ها شد. اینا را دیگه پروتون و نیوترون مساوی نیست. در اینی حالت تعداد پروتون ها از نیوترون ها کرده بزرگتر است، یا نیوترون فلورین یک عدد از پروتونش کرده زیادتر است. نمبر کتلش چند شد؟ 19. خب اینا را مطمئن هستم که فرق بین نمبر اتمی و نمبر کتله را شما فهمیدید. دوباره بیاییم مجموعه پروتون های موجود در یک عنصر به نام نمبر اتمی همان عنصر یاد می شود که جدول دورانی به اساس نمبر اتمیش ترتیب شده. شما هر عنصر را با شمارش اگر حفظ بکنید، مثلا فسفر است، نمبر اتمیش 15، یا اگر ما به این شکل حساب بکنم 15مین عنصر است. 15مین عنصر پس در تعداد پروتون هاش چند است؟ 15 است. مثلا 1 هلیوم، 2 لیتیم، 3 بریلیم، 4 برو، 5 کربن، 6 نایتروژن، 7 اکسیژن، 8 فلور، 9 نیون، 10. خب ما کدام عنصر کار داشتیم؟ فسفر است. آها 11 مگنزیم، 12 آلومینیم، 13 سیلیکون، 14 و فسفر است 15 و عنصر شد. درست است؟ نمبر اتمی به اساس چی است؟ بله پریود ها به اساس نمبر اتمی یا به اساس زیاد اتم یا تعداد پروتون ها ترتیب شده در جدول دورانی عناصر. نمبر کتله مجموعه هم پروتون ها و نیوترون ها. پروتون ها و نیوترون ها یا مجموعه نمبر کتله در زیر حالت ماده ذکر شده. مثلا در جدول دورانی هم ببینید بریلیم، بریلیم تعداد پروتون هاش 4 هست ولی تعداد نیوترون هایش چند است؟ 5. 4 و 5 9. بریم در زیر حالت چند نوشته است؟ 9.012. تعداد پروتون نمبر کتلش چند است؟ بله 9.012. خب بریم یک عنصر دیگر هم براتون نشان میدم، مثلا آلومینیم. آلومینیم چند است؟ نمبر اتمیش 13 است. تعداد پروتون هایش 13 است. جمع تعداد نیوترون های وقتی شده مساوی به چند شده؟ 26.982. خب انشاءالله که در تعیین نمبر کتله و نمبر اتمی مشکل نداریم. کار خانگی شما عزیزان چی است؟ نمبر اتمی و نمبر کتله بلاک S و بلاک P رو با ما چی میکنید؟ مشخص میکنید. در کتابچه هایتان فقط بلاک S و بلاک P رو نوشته میکنید و نمبر اتمیش با یک قلم یک رنگ دیگه متفاوتن مثل سرخ و سبز در کتابچه هایتان میکنین یا داشت برداری دقیق میکنین تا روزی که انشاءالله کتابچه هایتان از نزدیک ببینم اصلاح بکنم. کوشش بکنین در جاهایی که مشکل مواجه میشین و کمک آنلاین هم بکنین. اگر احیانا نشد شما میتونین با ما به تماس شوید. خب شاگردان عزیز اوقات خوش داشته باشید. حتما دیگه کامل شما آرزویم است.